این حرف ها را دلم میخواست با کسی در میان بگذارم و بنابراین برای شما نوشتم. شقایق از خودستان. تمام صحنه ها حکایت از ایثار و فدای مجاهدین دارد. همه تبلور شهامت و ایثار و فدا و اعتقاد راستین برای سرنگونی رژیم و عزم صد برابر مجاهدین است. من که جز رشادت و نمای واقعی مجاهد چیزی ندیدم. از آن طرف نشان دهنده زبونی و احمقی و ترس دشمن از رزم مجاهدین است که بدون سلاح و با ایمانشان جلوی این همه دجالیت و توپ و تانک و گلوله ایستادند. سرانجام حق پیروز است. خدا دوست از خود. با سلام. با زحمت زیاد به سایت شما وارد شدم. خبرهایی که در مورد اشرف دیدم از یک طرف برایم دردآور بود. نمیدارم چرا مجامع حقوق بشری اقدام جدی در این رابطه انجام نمیدهند. آیا برای مالکی جنایت سال 88 کافی نبود که دست به جنایت عظیمتر امسال زد؟ از طرف دیگر هم باید بگویم صبر و استقامت اشرفیان واقعا امیدوار کننده است و من مطمئنم دشمن را بیش از پیش عصبانی خواهد کرد. با عزمی که از اشرفیان دیدم بعید می‌دانم هیچ قدرتی بتواند اشرف را از ما بگیرد. در شرایط فعلی تنها امید ما به مبارزه و پیروزی و آزادی اشرف است. دانشجوی دانشگاه تهران. ارتباط من با سازمان مجاهدین خلق ایران یک ارتباط کاری نیست که کسی بتواند آن را از من بگیرد. ارتباط من با مجاهدین یک ارتباط خونی است. من خودم دارم از طریق سایت های مختلف اخبار اشرف را میخوانم و هر لحظه دلم برای کمک به اشرفیان پر میزند. دلم خیلی برای مردها و زنهایی که در اشرف قتل عام شدن میسوزه و هر روز شعله برتر از دیروز میشوند. ارتباط من با سازمان ارتباط سرنوشتم است. کسی من را مجبور به ارتباط با سازمان نکرده. من خودم با تمام وجود و عشق ایستادم و با تمام وجودم برای مجاهدین کار میکنم و به سازمان علاقه مندم.